Sredinom septembra 2023. godine u sali opštine Zvezdara u Beogradu održano je predavanje na temu Kulturološki rat protiv porodice, na kome su govorili ateše za kulturu Islamske republike Irana u Beogradu Amir Puper Zešk. Bismillahirrahmanirrahim. Mo hošhal hastim ke bo hamkari sazman Ittehad Khanevade dar ruz 4 septembr برنامه ای رو میزگردی رو داشتیم در تالار شهرداری زوزدارا با موضوع جنگ فرهنگی علیه خانواده. همونطور که همه میدونن موضوع خانواده یک موضوع اصلی و اساسی هستش در همه جوامع، به خصوص در کشور ایران هم به این موضوع خیلی بها داده میشه و خانواده جایگاه بسیار بالایی رو داره در قانون اساسی و در همه قوانین دیگه کشور و همه دستگاه‌ها و مراکز در برنامه‌ریزی‌های خودشون به این موضوع توجه می‌کنند. خب این یک تجربه مشترک خوبی بود که ما دیروز داشتیم. به نظر ما دیدگاه‌های مشترکی وجود داره بین ایران و صربستان در مسئله خانواده، در مسئله زن و ارزش‌های فرهنگی مشترکی رو ما داریم و میتونیم روی اینها با همدیگه همفکری و هماندیشی بکنیم و اونها رو به اشتراک بگذاریم. در برنامه‌ای که برگزار شد دو نفر از اندیشمندان ایرانی، دو نفر از بانوان اندیشمند ایرانی، خانم دکتر فاطمه ابراهیمی، خانم دکتر حاجی اسماعیلی از پژوهشکده زن و خانواده در ایران به صورت آنلاین شرکت داشتند و در اینجا هم آقای زوران میلوشویچ که معاون مرکز مطالعات سیاسی بودند سخنرانی داشتند و بنده هم در مورد تأثیر رسانه‌های غربی به خصوص در مورد خانواده و برنامه‌ریزی‌هایی که از طریق رسانه‌ای انجام میشه برای تهاجم به بنیان خانواده صحبت کردم و خوشحالیم که در واقع این سمینار نسبتاً با استقبال خوبی هم روبرو شد و در آینده هم قرار هست که این برنامه‌ریزی و این میزگردهای مشترک رو با هم انشاءالله ادامه بدیم، چون همونطور که عرض کردم موضوع خانواده، موضوع زن بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت هست و دوست داریم که از تجربه های ارزشمند سایر کشورها از دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان هم بیشتر استفاده بکنیم. Održano je predavanje na temu Kulturološki rat protiv porodice, na kome su govorili profesor dr. Zoran Milošević. Izuzetno zanimljivo predavanje imali su gosti iz Irana, profesor dr. Sumajeh Hadži Esmaili iz Irana, profesor dr. Fatemeh Ebrahimi iz Irana. I'm sure.
خانوادگی و قابل انکار نیست، به خاطر اینکه انکار این تفاوت‌ها هیچ وقت منجر به از بین رفتن این تفاوت‌ها نمیشه. این تفاوت‌ها همچنان وجود داره و منشأ اثر هست و ما شواهدی داریم و می‌بینیم که علی‌رغم در واقع جراحی‌های زیادی که انجام میشه در بحث تغییر جنسیت و دستکاری‌هایی که در بحث از بین بردن تفاوت‌ها و ویژگی‌های طبیعی رخ میده با شکست مواجه شده و همچنان اون ویژگی‌هایی که به صورت طبیعی در نهاد زن و مرد وجود داره منشأ اثر هست. و خب این بحث تفاوت‌ها هم این تفاوت‌هایی که وجود داره از نظر اسلام کاملا هدفمند و حکیمانه و بحث مکملیت در تکوین و مکملیت در نقش‌ها رو ما در اسلام داریم. مکملیت در تکوین که یعنی در تکوین و هستی زن و مرد یه سری از ویژگی‌هایی دارن که در واقع مکمل یکدیگر هستن و این ویژگی‌ها باعث جذابیت دو جنس و باعث کشش و جاذبه بین دو جنس میشه و هر یک از دو جنس احساس میکنه که ویژگی‌هایی رو که خودش نداره در جنس مقابل میابه و این مکملیت شکل میگیره. علاوه بر مکملیت در این ویژگی‌ها و در تکوین، این در واقع تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری یک نظام حقوقی متفاوتی در زنان و مردان میشه که کاملا و نقش‌ها و حقوقی رو و نقش‌ها و حقوقی رو به زنان و مردان در واقع محول میکنه که این نقش‌ها اولا متناسب با ویژگی‌های طبیعی اونها هست و ثانیا اون نقش‌ها و رفتارها هم مکمل هستن، یعنی در حیطه مخصوصا خانواده اون نقش‌ها حالت مکمل دارن و در واقع میتونه نظام خانواده رو به بهترین شکل ممکن حفظ بکنه. خب این ویژگی‌هایی بود که در نظریه اسلام راجع به بحث خانواده وجود داشت و خب بحث علاوه بر این که خب خانواده در نظام اسلام دارای اهمیت هست، در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظامی که بر پایه آموزه‌های دینی هست خب بسیار بسیار به این بحث توجه شده و خب در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها توجه ویژه‌ای به بحث خانواده داره نظام اسلامی، جمهوری اسلامی و خب در تدوین قانون اساسی هم چندین اصل وجود داره که به این موضوع اختصاص داده شده. اصل دهم قانون اساسی که عالی‌ترین سند حقوقی ایران در واقع به حساب میاد به این نکته اشاره میکنه که از اونجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشه. یعنی توجه خانواده محوری اصلی اساسی هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش تاکید شده و تلاش بر این بوده از انقلاب اسلامی، از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، اینکه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها معطوف به خانواده محوری باشه. یعنی اساسا انقلاب اسلامی ایران وقتی به پیروزی رسید خانواده رو در محور و کانون گفتمانی قرار داد که در واقع در پی تثبیت اون بود در تقابل با گفتمانی که پیش از انقلاب حاکم بود و ارزش‌های اسلامی و دینی و ارزش‌های خانوادگی از بین رفته بود. در موقع البته در مقدمه قانون اساسی بحث تاکید بر استیفای حقوق زنان هم بوده، یعنی اینکه حقوق زنان هم خیلی مهم هست و برای اینکه زنان هویت انسانی خودشون رو مورد بازیابی قرار بدن باید بحث با توجه به این حقوق اونها مد نظر قرار بگیره و با توجه به اینکه نقش زنان در خانواده نقش بسیار بسیار ضروری هست، در جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاری ها و وضع قوانین و مقررات در مورد زنان همواره به گونه ای هست که علاوه بر
یک جامعه این هستش که هویت فرهنگی اون جامعه و این هستش که هویت فرهنگی اون جامعه رو از طریق متزلزل کردن بنیان خانواده از بین ببریم. خب امروزه ما با امواج جهانی شدن مواجه هستیم. جهانی شدن درست هستش که در واقع از طرفی یه فرصت‌هایی رو برای ما فراهم می‌کنه برای اینکه تعامل داشته باشیم با ملت‌ها و فرهنگ‌ها، اما خب نظام سلطه همواره تلاش و کوشش می‌کنه که با استفاده از تکنولوژی‌های نوپدید سیطره خودش رو و سلطه خودش رو بر جوامع بس بده و ارزش‌های خودش رو حاکم بکنه. در واقع نظام سرمایه‌داری برای حاکم کردن ارزش‌های خودش و گسترش دامنه استعمار خودش بر سایر ملت‌ها سعی می‌کنه که تغییرات گسترده فرهنگی رو در کشورها ایجاد بکنه و برای این کار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنه و خانواده به مثابه بنیان سبک زندگی و یک نهادی که در واقع همه تغییرات و تحولات فرهنگی از اون سرچشمه میگیره و عامل بقای ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلابی هست مورد هجمه قرار میگیره از طرف نظام سلطه. و خب فردگرایی و نسبی‌گرایی اخلاقی امروزه خانواده رو در معرض تهدید قرار داده و باعث شده که امروزه حفظ ارزش‌های خانوادگی و بست اقتصادی سیاسی و دفاعی و همچنین حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری تعاملات خانوادگی و ایفا نقش و رسالت Jačanje i postisanje porodice u cilju privlačenje učešća porodice u unapređenju ciljeva i programa ciljeva i programa zemlje u svim kulturnim, ekonomskim, političkim i odbrambenim oblastima. Također i podržavanje časti i dostojanstva žene, materinske i kućne uloge žene, očinske i ekonomske uloge muškaraca, te obrazovne i duhovne odgovornosti žena i muškaraca i osnaživanje članova porodice u preuzimanju odgovornosti porodičnim interakcijama i ispunjavanju